بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب ار نگذری از جرم و گناهم چه کنم، یا رب ار نگذری از جرم و گناهم چه کنم، ندهی گر به در خیش پناهم چه کنم. گر برانی و نخوانی و کنی نومیدم، به که رو آرم و حاجت ز که خواهم چه کنم. گر ببخشی گنهم شرم مرا آب کند، ور نبخشی تو بدین روی سیاهم چه کنم. بار الها کرمی مرحمتی امدادی، بار الها کرمی مرحمتی امدادی، کاروان رفته و من مانده به راهم چه کنم. اللهم ما بنا من نعمت فمنک، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و سحرخیز برنامه زنده سحرگهان حرم، دوستان خوب بیننده‌ای که از طریق شبکه نور، شبکه سه سیما، نگاه با صفا و مهربانتون رو همراه کردید با ما، شهر مقدس قم، حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها. قبول باشه انشاءالله نماز روزه‌ها، طاعات و عبادات شما، لحظات ناب افطار و سحر که گفتگو میکنید با خدای عزیز و بخشنده و مهربان. امشب چند تا مناسبت داریم. 17 ماه مبارک رمضان، شب 17 هم سال روز و سالگرد معراج نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست. واقعه جنگ بدر رو داریم و همچنین تأسیس مسجد مقدس جمکران که ما اهل قم توفیق داریم علاوه بر حرم کریمی اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها در کنار این مسجد نورانی و با فضیلت هم هستیم که امشب انشالله قدری در مورد فضیلت مسجد مقدس جمکران هم صحبت خواهیم کرد. خب عهد و پیمانمون، سلام به محضر کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، ابتدای برنامه هست. شما که مشتاق هستید بیاید جهت زیارت این بانوی با فضیلت و با کرامت، الان ملاحظه می‌فرمایید خادمین عزیز دست به سینه با ادب ایستادن روبروی ذریح تا سلام بدن به محضر کریمه اهل بیت. ما هم سلام میدیم و هم نوا میشیم با این خادمین عزیز و همراه شما عزیزان. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت الحسن و الحسین، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله، یا بنت موسی بن جعفر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زیارتتون قبول باشه عزیزان خوب بیننده و همراهان عزیز برنامه سحرگاهان حرم. خادمین هم رفتن به سمت ذریح تا بوسه بزنن بر این ذریح نورانی و ملکوتی، انشالله به همین زودی نصیب شما بشه. 30251 راه ارتباط با برنامه زنده سحرگاهان حرم هست. در 17 سحر ماه مبارک بازم توفیق داریم در محضر سرور ارجمندمون جناب حجت الاسلام المسلمین حاجی فرحزاد عزیز و دوست داشتنی باشیم. حاجی خدمت و سلام میگم، قبول باشه انشالله. علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان عرض سلام داریم. آرزوی موفقیت و قبولی طاعات برای همه عزیزان داریم. همونجوری که بارها اشاره فرمودید، ما در زیارت هامون به نیابت همه بیننده های عزیز که فضل و کرم این خانواده خیلی فوق‌العاده است و همونجوری که بزرگان فرمودن، همیشه در همه کارهای مستحبی، دعاها، زیارتها، دیگران رو شریک کنیم و چند برابر نصیب خود ما میشه انشالله. نائب و زیاره همه عزیزان هست. خواهش میکنم. حاجی ما امشب هم در خدمتون هستیم، مناسبت هم که زیاد داریم، بالاخره به هر کدوم از اینها باید بپردازیم. آماده هستیم فرمایشات شما رو بشنویم. بله، فرازی از دعای ابو حمزه که شبهای گذشته عرض کردیم، امام سجاد علیه السلام میفرماید: فیا من ربانی فی به احف دنیا به احسانهی و تفضلهی و نعمه و اشار علی فی الاخرت الى عفوهی و کرمه. خدایی که در دنیا اینقدر به ما مهربانه، ما را با احسان، نعمت، فضل، لطف
عنایت خودش تربیت کرده، بزرگ کرده، 124 هزار پیغمبر برای ما فرستاده، اینم به پدر مادر خوب، معلم خوب، مربی خوب، گوینده، مددان، نمیدونم قاری، اگه بخوایم صف بکنیم خیلی دخالت داشتن در تربیت ما و واسطه های فراوانی که برای کارهای ما خدای متعال قرار داده، از فرشته ها هزارها فرشته. خدایی که این همه در دنیا به ما لطف و عنایت کرده در آخرت چه خواهد کرد؟ بله. و اشار لی فی الاخرت الى عفوه و کرمه، همجوری که عرض کردیم سالی که نکوس از بهارش پیداست. یه جمله دیگه هم مشابهش در مناجات شعبانی است: الهی لم یزل برک علی فی ایام حیاتی فلا تقطع برک عنی فی مماتی. خدایا که تو که در دنیا بر و نیکی و عنایت دائم بر سر ما بوده، این نیکی و کرم و لطفت رو بعد از مردن ما هم ادامه بده. در یه دعای دیگه زیبایی هست که مستحب است همراه میت بنویسن و دفن بکنن، خیلی جمله قشنگه: به خدا عرض میکنیم که خدایا من وقتی که در دنیا معصیت کردم، این همه بدی کردم، تو به من احسان و نیکی کردی و الان انقطع عصیانی، فلا تقطع برکن. دیگه حالا که مردم، من شستن، نماز خوندن، 40 نفر شهادت دادن، جز خوبی از او چیزی ندیدیم، حالا که دستان بسته، دیگه از این به بعد بیشتر به من نهایت کن، من محتاجترم. حالا دیگه معصیتام قطع شده، دیگه کاری نمیتونم مخالفت بکنم. اگر ما واقعا توجه کنیم به الطاف و عنایت خدا، یک حدیث خیلی زیبایی است، مضمون این احادیث هم متعدد داره. امام هشتم علیه السلام فرمودن احسن الظن بالله، هرچی میتونید به خدا خوشبین باشید، گمانتون رو به خدا نیکو کنید. حسن ظن، خوشبین بودن به خدا. نمیگیم به خودمون خوشبین باشیم، بله، به خودمون ظلمت و نفسی، مقصر، گناهکار، جانی، مفسد، گناهکار، هر چی چیز لقب بده بده. فلم ار مولا کریما اصبر علی عبد لئیم منک علی یا رب. خیلی من این جمله دعای افتتاح خوشم میاد، یعنی سنگ تمام گذاشته. هر چی که خدا کریم، آغاز بزرگواره، بنده لئیم، پست، نافرمان، مفسد، فاسد، گناهکار، ظالم. میفرماد من دعای افتتاح از آقای امام زمان سلام الله علیه است، میفرماد من نمیبینم بنده ای مثل خدای کریم بر بنده، خدای کریم بر بنده لعیم مثل من صبر داشته باشه. همش خوبی، از این بر همش بدی. در هر صورت ما نمیگیم به خودمون خوشبین باشیم، به خودمون باید خودمون متهم بدونیم، بدبین باشیم، ولی به خدای بزرگ خوشبین باشیم. امام هشتم فرمود گمانتون رو به خدا نیکو قرار بدید، خوب قرار بدید. فان الله عز وجل یقول انا عند ظن عبدی المؤمن بی ان خیرا فخیرا و ان شرا فشرا. خدای متعال این قاعده کلیه، این سنت الهیه، میفرماید من با گمان شما کار دارم. بله. من در نزد گمان بنده مؤمنم هستم. اگر خوب گمانی داره همونجور باش رفتار میکنه، اگه بد گمانی داره همونجور، شک نکنه، همونجور رفتار میکنم. چندین حدیث هم به این مضمون داریم: ان خیرا فخیرا و ان شرا فشرا. اگه کسی مرور کنه به این دعاهای شب، روز، سحر، پر از این مضمون. همش ما میگیم مقصریم، بدیم، ظالمیم، به خدا میگیم خوبی خوبی، به کرم تو، به لطف تو، به گذشت تو. یعنی ایجاد خوشبینی به خدای متعال در ما میکنه. تأثیرش چیه آقای فرهزاد؟ ببینید که بدبینی نسبت به خودمون، خوشبینی نسبت به خدا. وقتی که به خدا خوشبین هستیم، این در ما داعی و محرک ایجاد میکنه که خدای به این خوبی دوستش بداریم، خدای به این خوبی بهش نزدیک بشیم. یعنی کسی حسن ظنش هرچی قوی تر باشه و از خودش فاصله میگیره، دور میشه، به خدا نزدیکتر میشه. ما از خودمون بعدم نفس اماره و شیطنت و اینا، از گناه و بدیا فاصله میگیریم، به خدا نزدیکتر میشیم. یعنی میپذیریم کرم خدا را، صفات خدا را، خوشبینی خدا را میپذیریم. اثر عجیبی داره، آرامش میده، خوشی میده. لذا فرمود من در نزد گمان بندم هستم، اگر خوب خوب، اگر بد بد، من همونجور رفتار میکنم. و اینم روایت واقعا فوق العاده عجیبیه که یک بزرگی مفصل یک شرحی نوشته، مرحوم بحرینی، اهل لبنان بوده، مرحوم آیت الله بهجت، کتاب ایشون رو خیلی سفارش میکردن بخونن، از طریق و الله. مرحوم آقای فهری زنجانی هم ترجمه کرده این کتاب رو. روایتی از امام صادق علیه السلام که فرمود آخر بنده ای که او رو میبرن به طرف جهنم،
سرشو بر میگردانه. خدای مهربان میفهمد چرا سرتو برگردوندی؟ میگه خدای من به تو گمان نداشتم، همچین گمانی. خدای متعال فکر منو جهنم ببری. خدای مهربان میفهمد پس گمانتون من چی بوده؟ میگه خدای من گمانم به تو این بوده که منم میبخشی، عفو میکنی، میامرزی، میبخشی، به طرف جهنم نمیبری. خیلی روایت عجیبی آقای اسماعیل. واقعا این روایت رو کسی باور بکنه سعادت دنیا آخرت نصیبش میشه. خدای متعال امام صادق علیه السلام میفرماید در کلمه زنه سفینه البهارم است. 5 تا قسم میخوره به عزتم، به جلالم، به نعمتهام، به بلندی مکانم، به عظمت و بزرگیم قسم. ما ظن هذا العبد ساعتا من حیاته خیرا قط، این بنده تا الان به من خوشبین نبوده. اگر به من خوشبین بود ما روعته به نار، من او را اصلا نمیگفتم به طرف جهنم ببرم. ولی الان به قول ما یه لافی زده به تعبیر من، حالا الان علکی اگه خوشبین بود که من به اینجا هم نمیکرد. به من خوشبین باشه. امیرالمومنین سلام الله در نهج البلاغه از کلمات قصار میفرماد من ظن بک خیرا فصدق ظنه. اگر کسی به شما خوشبینه به خوشبینیش عمل بکن. خوشبینه که شما کارش را میندازی، خوشبینه که چنین میکنه چنان میکنی، ظن گمان خوبش رو در حق خودت اجابت کن، قبول کن، تصدیق کن. خدا اولاست که این کارو بکنه. بعد عجیبه، خدای متعال میفرماد عجیز و کذبه و ادخلوه الجنه. ببینید بعضی چیزا از شبیه سازیش هم اثر داره. مثلا گریه بر امام حسین خیلی ثواب داره، گریاندن هم که مدها روزخانه میگریانن خیلی ثواب داره. تباکی یعنی شبیه کسی، نه مدها که بگریانه نه حال گریه داره، یعنی حالت گریه به خودش میگیره ولی شبیه سازی میکنه. شبیه سازی میکنه، به پیشانی میزنه، حالت گریه میگیره، همه اون ثواب رو به اون میدن. از بس این گریه برای امام حسین مهمه. حالا خوشبین بودن به خدا اونقدر مهمه، اونقدر مهمه که اگر الکی هم کسی لاف بزنه بگه چه خدای خوبی، من خدای به تو خوشبین، دروغکی ها، تعبیر امام صادق ناطق به حق، امام معصومه. عجیز و کذبه یعنی خوشبینی، دروغکیشو اعمال بکنید او رو ببرید و ادخلوه الجنه. بعد امام صادق فرمود، خدا میفرماد هیچ بنده‌ای به من خوشبین نیست الا اینکه با خوشبینی او رفتار میکنم. تمام جهنمی ها، حالا فرصت نیست من آیاتشو بخونم، آیات فراوان داریم. و ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم. چرا جهنمی ها میرن جهنم؟ میگن خدا ما رو نمیامرزه، خدا ما رو بیچاره میکنه، خدا ما رو به آتش میسوزونه. من یه موقع یه چیز خیلی ناجوری تو فضای مجازی دیدم، چند خبرنگار با آدما مصاحبه میکردن که آقا شما بهشتی هستی یا جهنمی؟ 80% میگفتن ما جهنمی هست. ببینید این خیلی حرف زشتیه. بگو من مستحق جهنمم، من اعمالم عدل خدا اگه رفتار کنه ولی به خدا امیدوارم انشالله میرم بهش. چرا ما خودمون به دست خودمون داریم جهنمی میکنیم؟ بدترین آدم هم هستی بگو انشالله خدا میامرزه، خدا میبخشه، من امیدوارم خودتو جهنم. یه وقت میگی عرض کردم مستحقم، اون درسته ولی خدا لطفش، کرمش، عنایتش. من اگه یکی از اینا پای منبر من بود هیچ وقت حرفو نمیزدم. این مال اینه که از سمت خدا ما داریم فاصله میگیریم. بله. این پای منبر و روحانی اینا نبودن دیگه. یعنی جدا شدن از قرآن. تمام جهنمیا به خاطر بدبینی به خدا میرن جهنم. تمام بهشتیا سمن الجنه حسن الظن بالله. و تعبیر روایت اینه اکبر الکبائر، ما برای شاید 2-3 تا گناه داریم. یکی شرک، یکی بدبینی. اکبر الکبائر سوء الظن بالله. بدبینی به خداست. این جمله در چند جای دعا و همزه تکرار شده. متنجزون ما وعدت من الصف امن احسن بکردن ما. خیلی جمله قشنگه. امام سجاد میگه متنجز یعنی وعده قطعیه. درسته. یعنی من منجز مسلم میدونم که به تو خوشبینه، کسی به تو خوشبین باشه ازش میگذری. صف بالاتر از عفه، یعنی به روخش هم نمیکشی، گذشته هاش هم پاک میکنی. انشالله امیدواریم که خدا به ما توفیق خوشبینی و مردم رو هم به خدا خوشبین بکنه. انشالله. خیلی ممنونم از شما جای فرهزاد. ما برنامه زنده سحرگهان حرم رو تقدیم میکنیم. راه های ارتباطی رو حالا ممکنه دوستان هم در شبکه نور و هم شبکه 3 براتون زیرنویس بکنن. اما من بازم یادآوری میکنم ماشاءالله به شما که اینقدر لطف دارید، اینقدر محبت دارید، هر سحر کلی برای ما پیام میدید و من شرمنده روی ماهتون هستم که
نمیتونم پیام ها رو بدم بخونم تو برنامه، اما شک نکنید که من به شخصه تمام پیام ها رو، چند هزار پیامک به برنامه ارسال میشه، میرم تک تکشون رو نگاه میکنم. اونایی که مخصوصا التماس دعا دارن، انواع و اقسام گرفتاری هایی که شما اینها رو برای برنامه ما میدید، اما ما هم یک واسطه میشیم، این رو بیان میکنیم به محضر کریمه اهل بیت. بازم یادآوری میکنم اگر دوست دارید که زیارت نیابتی برای شما انجام بشه و هر چی دل تنگتون میخواد از طریق 30251 میتونید با ما در میون بگذارید. بخش کارشناسی ما، مناجات خونی، دعای سحر، بخش های مختلف برنامه و همچنین بخشی از پیامک های شما هم در وبسایت در واقع شبکه نور، بخش برنامه زنده سحرگاهان عرب، اونجا بارگذاری میشه. qom.irib.ir این هم آدرس ما هست که شما میتونید مراجعه بکنید. ابتدای برنامه عرض کردم که ما چند تا مناسبت داریم که یکی از مناسبت هایی که نباید ما حالا ازش بگذریم امشب، به ویژه ما که اهل قم هستیم و در زیر سایه کریمه اهل بیت، شهری که عش آل محمد آشیانه اهل بیت عصمت و طهارت هست و در جوار مسجد مقدس جمکران هستیم، امشب شب 17 ماه مبارک رمضان و سال روز تأسیس مسجد مقدس جمکران هست که آقای فرزاد تو این بخش هم چند دقیقه ما رو انشالله بهره مند بکنه. قبل از اینکه این مناسبت ها رو عرض بکنم، طبق وعده یک حدیثی در فضیلت صلوات عرض بکنیم که تو روایات متعدد هست که یکی از بهترین وسیله هایی که باعث اجابت دعا میشه ذکر شریف صلواته و سفارش هم شده قبل از دعا، وسط دعا، آخر دعا، چون صلوات دعای مستجابه، میگیم خدا درود و رحمت تو بر محمد و آل محمد نازل کن، اللهم صل علی محمد و آل محمد، قطعا این دعا مستجاب میشه، لبیک توش هست، خدا حیا میکنه که اول و آخر دعا رو مستجاب بکنه، حاجت وسط رو اجابت نکنه. بلکه از این بالاتر اهل سنت هم اتفاقا مثل شیعه ها نقل کردن که پیغمبر خدا فرمود از دعا محجوبون حتی یصلی علی محمد و آل محمد. اسم پیغمبر میاد، همه وظیفه دارن صلوات مستحب مؤکد برای تو نماز هستن بفرستن. فرمود دعاهایی که میکنید بالا نمیره مگر اینکه همراه دعا ذکر صلوات رو همراهی بکنید و بفرستید. خب سه تا مناسبت مهم، معراج پیغمبر که خیلی مهمه، مخصوص پیغمبر ما، از خصائص پیغمبر ما معراجه و عجیبه، در معراج روایات فراوان داریم. مهمترین وصیتی که خدا به پیغمبر در اون خلوت معراج که او بود و پیغمبر کردن، علیکه به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، همش سفارش کردن مردم رو وصیت کن به ولایت امیرون و امامای بعد از اون. خب این خودش مهمه، وقت نیست ما درباره معراج صحبت بکنیم. خب جنگ بدر که دشمن سه برابر مسلمان ها بودن، امیرالمؤمنین رفتن شب آب بیارن که مفصل تو مفاتیح روایت شده، عاشق عباس قمی آورده، 3003 فرشته آمدن برای یاری اهل بدر که یکیشون با جبرئیل بود، یکیشون با میکائیل بود، یکیشون با اسرافیل بود، که باد شدید بلند شد، پیغمبر خدا میگن این 3000 نیرو آمدن برای امداد و کمک ماها، که شب 3003 فضیلت برای حضرت علی علیه السلام بیان شده. و اما جریان جمکران برخلاف آنچه که متاسفانه بعضیا نمیدونم چه مشکلی دارن که بعضی مسائل رو مطرح میکنن، جمکران طبق فرموده بزرگان ما و نقل مورخین و علمای بزرگ در بیداری بوده، یعنی حسن ابن مسلح جمکرانی شب 17 ماه رمضان که در روستای جمکران خوابیده بوده، جمعی میان او رو صدا میزنن، از رخت خواب بیدارش میکنن، سر میاد در این مکان مقدس، تختی زده بودن، آقای امام زمان اونجا بودن، حضرت خز بوده، پیرمردی امراش بوده، حضرت به ایشون در بیداری میفرمان این زمینی که درش کشت و زراعت میشه مکان مقدسیه، به صاحب این شخص، به صاحب این زمین بگو که اینجا دیگه کشت نکنه و اینجا رو مسجد بنا بکنه. میگه آقا من چیکار بکنم که مردم باور بکنن؟ حضرت میفرماد در فلان گله فلان شخص یک بزی هست، اون رو بکشید و این یک اعجازی توش هست. یعنی هر کس از این گوش خورد شفا گرفت، تمام مریضا. و به یکی از علمای قم مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی هم امر میفرمان، میاد خدمت ایشون و ایشون هم خواب میبینه، اون خواب دیده ولی مال حسن ابن مسلم جمکرانی بیداری بوده. بله. و میان این مسجد رو بنا میکنن. حضرت به ایشون سفارش کردن به مردم بگو رغبت کنن به آمدن به این مکان
و این تعبیر تعبیر مهمیه، من سلاها فکأنما سلا فی البیت العتیق، اگر کسی در این مکان مقدس نماز بخواند، نه اینکه تو خانه تو مسجد الحرام، مثل این است که تو خانه کعبه نماز بخونه. تو خانه کعبه، تو خانه کعبه. یک بزرگواری میفرمودن که مهمترین محل ارتباط با خدا یکی مسجد الحرام، یکی هم مشهد مشرف است. خدا برای مردم ایران و خصوصا اهل قم این دو رو قرار داده، حرم اهل بیت نمونه حرم مشاهد مشرفه و مسجد جمکران هم نمونه کوچکی از مسجد الحرام. انشالله امیدواریم که خدا همه آرزومندایی که آمدن هنوز نیومدن بازم انشالله به این زیارت دو مکان موفقشون. انشالله. خیلی متشکرم. ما همچنان در خدمت حاجی فرحزاده عزیزمون هستیم در برنامه سحرگهان حرم، منتها زمان خداحافظی و وداع با عزیزان بیننده شبکه سه سیماست که انشالله خدا نصیبتون بکنه بیاید قوم، هم حرم کریم اهل بیت زیارت و همچنین مسجد مقدس جمکران. معطر از چراغ آسمان باش، به فکر آینه سازی جان باش، اگر حالی صفایی روی آورد شب ایاک نعبد.